همونطور که خدمت شما عزیزان بیان شد انسان موجودی اجتماعیه و زندگی فردی برای انسان اگرچه غیر ممکن نیست ولی همراه با دوشواری ها و ناکامی های زیادیه لذا انسان زندگی در کنار هم خودش رو بر زندگی فردی ترجیح میده از سوی دیگه انسان موجودی خودخواه و قبل از هر چیز به منافع و لذات و حقوق خودش میاندیشه لذا جامعه انسانی عرصه تزاهم منافع و لذات و حقوق انسان هاست و هر یک سعی در اختصاص سهم بیشتری برای خود دارد لذا برای اینکه در جوامع انسانی هر و مرج پیش نیاد جامعه نیاز به قانون و مجری قانون یا حکومت و دولت دارد به تعبیر دیگه درسته که افراد بشر زندگی کردن در جامعه رو به حال خودشون مفید میبینند و از این جهت به لوازم زندگی اجتماعی که یکی از آنها وجود دولت و حکومت تن در میدن ولی در این حال فطرتا خواستار آزادی فردی و همچنین عدالت اجتماعی هستند نمیتونن تحمل کنند کسی آزادی های فردی رو از آنها سلب بکنه یا در عرصه جامعه انسانی خلاف اصل عدالت اجتماعی عمل بکنه نمیتونن نابرابری و تبعیض رو تحمل کنند. بنابراین دولت یا حکومت باید اولا آزادی های فردی رو تا اونجا محدود بکنه که برای تأمین مساله مادی و دنیاوی و مساله معنوی و اخروی مردم ضرر داره و ثانیا در راه استقرار عدالت اجتماعی به جد بکوشد و به طریقه اولا خودش به هیچ گونه ستمی آلوده نباش و چنین امری عزیزان قابل تحقق نیست مگر به اقامه احکام و مقررات الهی که مجری اون رو خداوند صبحان تعیین کرده است یا انبیاء الهی هستند یا اوصیای اونها اونها با برخورداری از علم لدنی و مقام اسمت و ولایت تکوینیه و ولایت تشریعیه و ارتفاع جوهری و افضلیت در جمیع فرائل از جمیع خلایق به تعیین الهی به اسم و شخص به عنوان زمامدار امور عباد و بلاد الهی تعیین می شوند و بر اساس مقررات و قوانین و احکام عادله الهی جوامع انسانی رو اداره می کنند در این حال باید به این نکته توجه بکنیم که گرچه انبیاء الهی و اوسیاء اونها علیه مسلمات الله به عدالت و حق با مردم رفتار میکنن اما به هر حال به لحاظ اینکه یکی از خواسته های فطری انسان ها آزادی خواهی است در واقع انسان ها میل به بی‌نهایت آزادی دارند دوست دارند هر کاری دلشون میخواد بکنن طبیعتا این با عدالت اجتماعی سازگار نیست و خودخواهی و آزادی خواهی غیر منطقی و بیحد و حصر انسانها رو رو در روی انبیاء الهی و اوسیاء اونها قرار میدهد. اما غیر انبیاء الهی و غیر اوسیاء اونها علیهم صلوات الله که طبیعتا حکامی ظالم هستند علاوه بر اینکه ناچارن با این خواست فطری مردم یعنی آزادی خواهی بی حد و هست و غیر منطقی مبارزه بکنن به لحاظ تبعیزهای ناروایی که بین مردم قائل می شوند به طور کاملا تبی با حس ادالت طلبی انسانها هم روبرو هستند لذا به سقوط نزدیکترند و از این جهت در روایتی از حضرت ختمی مرتبت معید مشتبه محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه نقل شده است که فرمودن الملکو یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم حالا از اونجا که اکثریت قریب به اتفاق نظام های سیاسی حاکم بر جوامع بشری از دیرباز تا به امروز کم و بیش ستمگرند به این مفهوم که برخلاف احکام و مقررات الهی حکمرانی می کنند و علاوه بر اون مجریان این قوانین و مقررات انسانهای معصوم و عالم و آگاهی نیستند واجد کفایتهای لازم برای اداره امور عباد و بلاد الهی نیستند ما از این فصل به بعد در واقع سخنمون درباره دولت مردان و حاکمان ستمگری است که به واسطه اتخاذ سیاست های نادرست مردم رو به فسق و ارتداد و نفاق و کفر سوق می دهن. خب حکام جورتیزان چون با اقل دو خواسته فطری مردم در تضاد و تقابل هستن کار بسیار مشکلی در پیش رو دارن هم باید با خواسته انسانها در خصوص آزادی فردی و هم خواسته انسانها در خصوص عدالت اجتماعی مقابله کنند که طبیعتا و نتیجتا مسالمت آمیز نخواهد بود بلکه به طور قصری و جبری خشونت و ظلم و جور رو میطلبد و خود به خود یک چنین منش و روشی اقتضای دوام و بقا نداره چون تضاد انسان ها باش فطری هست و به هر حال اون رو از پا در خواهد آورد به همین جهت عزیزان حکام جور حاکمان ستمگر چاره ای ندارند جز اینکه برای رام کردن و متی و منقاد کردن مردم از شیوه ها و شگرده های بسیار زیرکانه پیچیده و مرموز استفاده کنند که به طور کامل و سربسته این شیوه ها و شگرد های بسیار زیرکانه پیچیده مرموز و مزورانه را ازش تعبیر می به سیاست مطالعه و تحقیق در باب این شیوه ها و شگردها مبحثی است که در این حال که تلخ و شیرین هست در واقع با روش بررسی و نگاهی که ما به مسائل اجتماعی داریم چندان مناسبتی نداره از این جهت ما به آیات قرآن کریم رو میاریم اون مواضعی که درباره فرعون و فرعون صفتان سخن گفته است تا ببینیم که فرعون به عنوان نمونه کامل و فرد شاخص حاکمان جور و فرمانروایان ستمگر برای نیل به اهداف شوم خودش از چه طرها و نخشه های شیطانی استفاده می کرده است اجمالا توجه شما عزیزان رو به این نکته جلب می کنم که بیان همه طرها و نخشه ها و سیاست ها و مکرها و حیله هایی که فرعون و فرعون صفتان در بستر تاریخ به کار بستن برای ما میسر نیست ما در چارچوب آیات قرآن اهم این طرحها و نقشه ها رو برای شما عزیزان بیان می کنیم. بعضی از این طرحها و نقشه ها که سایر فرائنه هم در بستر تاریخ از توسط به اونها به هیچ وجه رویگردان نبوده و نیستن به شرح یکی خدمت شما عزیزان عرض می کنم. اول عزیزان ایجاد اختلاف در میان افراد گروه ها و اقشار مردم هست قرآن کریم اشاره می فرماید که فرعون برای اینکه شخصیتی برتر باشد و بر مردم حکومت کند و آنها رو به اطاعت و تبعیت از خودش وا اتحاد و یکپارچگی مردم رو برهم زد و اصل کلی فرق تصد تفرقه بیانداز و حکومت کن رو به مورد اجرا گذاشت خداوند صبحان در آیه چهار سوره قصص میفرماید فرماید این فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا فرعون در اون سرزمین یعنی سرزمین مصر برتری یافت و مردم اون رو گروه گروه و پراکنده کرد در واقع عزیزان خطرخیزترین و مهلکترین روش قدرتمندان ستمگر و حاکمان جائر ایجاد اختلاف بین مردمه که اگر این سیاست آنها شکل بگیره و صورت به وزیر سایر روشهای آنها به سهولت امکان پذیر میشه و قابل تحقق به همین جهت بر هر مصلح اجتماعی و بر هر انسان طرفدار حق و عدالت فرضی که در راه ایجاد اتحاد بین مردم تا اونجا که میتواند بکوشه و نگذاره که آدم صورتان شیطان سیرت موارد اختلاف کوچک و کم اهمیت رو بزرگ و پر اهمیت جلوه بدن و خلاف و شقاق میان مردم رو بیشتر بکنن و از آب گلالوده ماهی بگیرند بعضی از افراد هستند بین والدین و فرزندان اختلاف میاندازند بعضی از آنها بین زنان و شوهران اختلاف می اندازن. بعضی از آنها بین گروه های اجتماعی، بین خانواده ها، بین فامیل ها و بین احزاب در جامعه اختلاف می اندازن. این اختلاف عزیزان چیز مطلوبی نیست چون بستر تحقق سایر سیاست های شیطانی فرعون هست و در واقع زمینه رو برای قرار دادن مردم در مدار فسق و ارتداد فراهم میکنه مردم در مقام عداوت و دشمنی با همدیگر از سرات مستقیم هدایت و رستگاری خارج میشن و به وادی زلالت رو میکنن و منحرف میشن البته لازم اینجا خدمت شما عزیزان توضیح بدم هر گونه اتحادی هم در مکتب اهل بیت اسمت و تهارت مطلوب نیست فقط اتحادی مطلوبه که بر اساس حق و در حول محور حق صورت گرفته باشه و الا اتحادی که مثلا بر پایه شرک و کفر استوار باشه چنان که امروز میبینید اونقدر که مشرکین و کفار متحد هستند. پیروان مکتب توحید و به اصطلاح مسلمین متحد نیستند اتحادی که بر پایه شرک و کفر استوار باشه چه ارزش مثبتی میتواند داشته باشد بنابراین ما نباید از لزوم و ضرورت اتحاد بین مردم نتیجه بگیریم که هر وچه اشتراکی رو میتونیم ملاک و محور وحدت و اتحاد بین مردم قرار بدیم مسلحان راستین و ائمه هدا علیهم صلوات الله و انبیاء الهی علیهم صلوات الله خواستار حق و عدالت هستند و چیزی رو ملاک و محور اتحاد میدانند که خودش حق باشه خداوند متعال از اهل ایمان میخواد و به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا در سوره آل امران آیه 103 می‌فرماد همگی به ریسمان خدای متعال چنگ بزنید و پراکنده نشید که در تفسیر حبل الله خدمت شما عزیزان عرض کردم منظور از حبل الله قرآن کریم و اطرت تاهره مولانا امیر المؤمنین و ائمه هدا علیهم صلوات الله هستند و طبیعتا حضرت ختمی مرتبت عنوان پدر امت ریسمان محکمی هستند که می توانند مانع پراکنش ما و جدایی و دورافتادگی ما از هم باشند بنابراین مؤمنان در وهله اول باید به ولایت حضرت ختمی مرتبت و ائمه هدا علیهم صلوات الله رو بیارن به معارف وحیانی قرآن چنگ بزنند و بعد در حول این محور با همدیگر متحد بشن از این جهت ملاحظه می‌فرمایید در روایتی از حضرت ختمی مرتبت رسول خدا صلی الله علیه و علی و سلم نقل شده است که فرمودند علی <تصفح> مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دار علی با حق است و حق با علی است و هر جا حق حرکت بکنه علی به دنبال اوست و هر جا علی به گردش در بیاد حق به دنبال علی علی و حق از هم جدا شدنی نیستند. لذا عزیزان ما برای اینکه بتوانیم اتحادی معقول داشته باشیم باید محور قرآن و اطرت اهل بیت اسمت و تهارت و ولایت ائمه یهودا علیهم صلوات الله رو نادیده نگیریم این اون حقی است که میتواند این امت پراکنده رو متحد و هماهنگ کند همچنین عزیزان ملاحظه می‌فرمایید خداوند سبحان خطاب به حضرت ختمی مرتبت معید مجتبا محمد مصطفی صلوات الله و سلام و علیه می‌فرماید قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعرنا بعضا بعرن اربابا من دون الله پیغمبرم به ای اهل کتاب به سوی سخنی که در میان ما و در میان شما مشترک است بیاین و اون این که جز خدای متعال رو نپرستیم و چیز و شخصی رو انباز او نسازیم شریک او قرار ندیم و بعضی از ما بعضی دیگر رو غیر از خدای متعال به خدایی نگیرند این آیه که آیه 64 سوره آل امران هست عزیزان محور وحدت رو بیان کرده است و اون پرستش خدای یکتا و تبعیت از رسول خدا و ائمه خدا علیهم صلوات الله است یعنی اون بزرگوار مأموریت یافتند که با یهود و نصارا در حول محور حق که همانا توحید هست متحد بشن اگر یهود و نصارا به این وجه اشتراک حق پایبند میماندن و سلوک و رفتار خودشون رو با لوازم پرستش خدای یگانه هماهنگ و سازگار میکردن سایر مشکلات به سادگی از پیش پا برداشته میشد در حال اون چه مهم عزیزان اینه که حضرت ختمی مرتبت مأموریت نداشتند که با یهود و نصارا بر این اساس که همگی از نسل حضرت ابراهیم علا نبی ناب و علیه السلام هستن متحد بشن و مثلا با کسانی که از نسل اون حضرت نیستن بجنگن چون این وچه اشتراک نه فقط دخالتی در هدف والای اون بزرگوار نداشت بلکه با اون کاملا مباین و متضاد بود به طوری که شما ملاحظه میفرمایید اون بزرگوار به سراحت فرمودن بین سیاه و سفید هیچ فرقی نیست همه در برابر قانون خدا برابرند و شما همه با هم دیگر برادرید حالا برادری ما گاهی در خلقت هست همه فرزندان آدم و حوا علیه السلام هستیم گاهی هم برادری و اخوت اخوت دینی است همه ما خدای یکتا رو پرستش میکنیم کتاب ما قرآن پیغمبر ما حضرت ختمی مرتبت هست و اوسیا و خوجج او مولانا امیر المؤمنین و فرزندان معصوم اون بزرگوار هستند قبله همه ما یکیست ما رو به کعبه مقدسه رو میکنیم و نماز میگذاریم قربانی های خود رو به روی به سوی کعبه زب می کنیم و مردگان خودمون رو به سوی کعبه دفن میکنیم وجوه اشتراک حق عزیزان بسیار زیاد انتها علا همه این وجوه اشتراک اون چیزی که میتواند این امت رو متحد کنه ولایت ائمه هدا علیهم صلوات الله خاصه حضرت بقیه الله الاعظم ارواهنا و را به مردم فدا است لذا ملاحظه میفرمایید در دعاهای معصوره و وارده همواره ما دعا می کنیم که اون عزیزی که میاد و این پراکنش رو از بین میبره و ما رو با همدیگر متحد میکنه به میدان بیاد و ما رو متحد بکنه که شمل مسلمین عزیزان بدون حضور و حاکمیت اون بزرگوار جمع نمی شود اما عنایت داشته باشید دومین سیاستی که فرعون و فرعون صفتان برای سوق دادن مردم به وادی زلالت و قرار دادن اونها در مدار فسق و نفاق و کفر و ارتداد ازش استفاده می کنن مسلط ساختن اقلیتی از مردم بر اکثریت طبیعیه که وقتی کسی بخواد که مردم رو به زیر سلطه خودش بکشونه باید با عده ای از مردم ولو معدود هم باشن بسازه یه ساخت و پاختی داشته باشه اونها رو تطمیع بکنه اونها رو همرای و همراه خودش بکنه و بعد با مجهز و مسلح کردن اون گروه طرفدار خودش سایر مردم رو به تسلیم و انقیاد خودش وادار این کاری است که فرعون لعین کرد و در آیه چهار سوره قصص به اون اشاره شده است یستر و منهم فرعون دسته ای از ایشان رو زبون کرد دقت بکنید از اینجا نمی فرماد در آیه شریف یسترعفهم هم نه می فرماد یستر و منهم در واقع این آیه شریف اگر میفرمودی از تضعیف در واقع دلالتش بر این بود که همه مردم رو به استضعاف سوق میداد در حالی که طایفه از اونها رو به استضعاف سوق میداد یعنی فرعون اقلیتی رو تقویت و اکثریتی رو تضعیف میکرد تا به توسط اون اقلیت بر اکثریت تسلط پیدا بکنه و اونها رو مطیع و منقاد خودش بکنه تمام فرعون صفتان تاریخ عزیزان برای دستیابی به حاکمیت یا حفظ حاکمیت جائرانه خودشون از این روش استفاده میکنن و جالبه که این روش خواهی نخواهی انسانها رو به فسق و ارتداد و خروج از دیانت حق میخواند و منحرف میکنه یعنی اونها رو از سرات مستقیم اعتدال و آزادگی به وادی زلالت و گمراهی می یکی از شگردهایی که عزیزان فرعون استفاده می کرد و فرعون صفتان هم استفاده می شکنجه، کشتار، سرکوبی اکثریت مردم فرعون مردم رو به سختی تحت شکنجه و کشتار و سرکوبی قرار میداد. به طوری که قرآن کریم به سراحت میفرماید پسران و مردان اونها مخصوصا پسران کسانی رو که به حضرت موسی علی نبی و و علیه السلام ایمان آورده بودن می کشت و زنان و دختران آنها رو و علل خصوص زنان اهل ایمان رو زنده می و اونها رو به کنیزی و بردگی میگرفت و پرده حیای اونها رو می دارید. قرآن در سوره قصص آیه چهار در سوره بقره آیه چهل و نه این موضوع رو بیان کرده یذبه و ابناهم و یستحیی اهم فرعون پسران اونها رو سر میبرید و زنانشون رو زنده نگه می داشت و پرده حیا و عفت اونها رو می دارید. ملاحظه می کنید شکنجه کشتار و سرکوبی اکثریت مردم سیره است که همه فرعون صفتان در بستر تاریخ به کار می بردن و این یکی از سازوکارهایی است که مردم را از سرات مستقیم اعتدال و سعادت به سوی زلالت و گمراهی سوق میده اونها رو در مدار فسق، نفاق، کفر و ارتداد قرار میده فشار فشار سنگی نیست تحملش برای مردم امکان پذیر نیست لذا به وادی فسق و ارتداد سوق پیدا میکنن یکی از مکانیسم هایی که فرعون عزیزان استفاده میکرد تطمیع بود نمونه اون رو اینجا شما میبینید که هنگامی که جادوگران به نزد فرعون اومدن و فرعون به اونها گفت که اگر بر حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام غالب بشن دست مزی خواهند داشت و از مقربان بارگاه فرعون خواهند بود چنان که در سوره شعرا آیه 41 و 42 به اون اشاره شده است فلما جاء السحرات قالوا لفرعون این لنا لاجرا ان كنا نحن لغالبین قال نعم و انکم اذا من المقربین همین مفهومی رو که خدمتتون عرض کردم در این آیات بیان شده است او با تطمیع افراد رو با خودش همگام میکرد به خصوص افراد زینفوز و صاحب منصب که در جامعه نفوذ داشتند با تطمیع با خودش همراه و همگام میکرد و از قدرت اونها به نفع خودش استفاده میکرد از وجهه اجتماعی اونها به نفع خودش استفاده می کرد و مردم رو از طریق اونها به وادی زلالت و گمراهی سوق میداد و در مدار فسق و نفاق و کفر و ارتداد قرار میداد. یکی از مکانیسم های دیگری که فرعون مورد استفاده قرار میداد برای اینکه مردم رو از دیانت حق بیرون ببرد و یا اجازه ورود اونها رو به دیانت حق نده تهدید بود عزیزان همون جادوگرانی که وصف اونها رفت وقتی شکست خوردن خب است با اون شکستی که ماجراش رو خدمت شما توضیح دادیم به پروردگار جهانیان پروردگار حضرت موسی و هارون علی نبی ناباله و علیه السلام ایمان آوردن فرعون به اونها گفت چرا پیش از اون که به شما اجازه بدم به موسی ایمان آوردید باید از من اجازه می گرفتید بعد ایمان می آوردید به زودی سزای این کارتون رو خواهید دید یقینا دست ها و پاهای شما رو به عکس یکدیگر می برم. یعنی شما رو مسلم می کنم یک دست و یک پا و بعد همه شما رو بر تنه های درختان خرما آویزان می کنم سوره اعراف آیه 123 و 124 سوره تاها آیه 71 سوره شعرا آیه 49 تصریح به این نکته دارد همچنین حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام و قوم بنی اسرائیل رو تهدید کرد که پسرانشون رو خواهد کشت و فقط زنانشون رو زنده نگه خواهد داشت و پرده افت و اسمت اونها رو خواهد درید آیه 127 سوره اعراف این مطلب رو میگه خب خود حضرت موسی علی نبی و علیه و علیه السلام رو تهدید کرد که اگر خدایی جز فرعون رو برگزیند او رو زندانی خواهد کرد آیه 29 سوره شعرا این مطلب رو میگه اون موقع که سحره فرعون گفتن قالو آمنا به رب العالمین رب موسی و هارون قال آمنتم قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر. به کسی ایمان آوردید که سهر و جادوگری رو به شما یاد داده است فلسوفه تعلمون به زودی خواهید دانست و سزای اعمالتون رو خواهید دید لأقطعن نعیدیکم و ارجلكم من خلاف ولأسلبنکم اجمعین قالوا لا رعیر انا الى ربنا منقلبون انا نتمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کننا اول المؤمنی. شگرد دیگری که عزیزان فرعون استفاده میکرد برای اینکه مردم را از سرات مستقیم هدایت و رستگاری به وادی زلالت سوق بده و آنها را در مدار فسق و نفاق و کفر و ارتداد قرار بده شستشوی مغزی و سبکسر و گمراه ساختن مردم بود. کوشش بلیغی داشت مردم رو سبکسر بار بیاره به طوری که اونها رشد فکری نداشته باشند به سرگرمی های ناسالم خو کنن و رو کنن و حقایقی که بر اونها میگذرد رو درک نکنن واقعیت های پیرامون خودشون رو به خوبی تحلیل نکنن بدون شک یک نظام سیاسی ظالم و فاسد همچون نظام سیاسی فرعون نمیتونه با شکنجه و کشتار و سرکوبی و تطمیع و تهدید برای همیشه پابرجا و برقرار بماند ستمگران و تبهکاران و خودکامگان برای تضمین ثبات و دوام قدرت و حاکمیت خودشون چاره ای جز دخل و تصرف در باورهای مردم و تغییر جهانبینی ها و ارزش گذاری های اونها و ترویج و اشاعه افکار نظری و اعمالی که بتواند زامن بقای حاکمیت و اقتدار اونها باشد ندارن و این همان سوء استفاده از مظاهر و شعائر دینی و آموزش و پرورش و تبلیغات اگر شما نگاه میکنید فرعون میگه انا رب بکم الاعلا از واژه مقدس برای خودش استفاده میکنه که باری مثبت دارد باری ارزشی داره ارزش مثبتی مثل ربوبیت رو به خودش نسبت میدهد این برای اینه که در جهان بینی مردم تغییر ایجاد بکنه در ارزش گذاری اونها تغییر ایجاد بکنه که این بحث مفصلی رو میطلبه که انشالله در ادامه تقدیم حضور شما خواهد شد